بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. يا ابن جندب، انما شیعتنا یعرفون به خصال شتا، به سخای و البدل للاخوان، و به ان یصلوا الخمسین لیلا و نهارا. شیعتنا لا یهرون حریر الکلب ولا یطمعون طمع الغراب ولا یجاورون لنا عدوا ولا يسألون لنا مبغضا ولو ماتوا جوعا. همونطور که اطلاع دارید، روایت شریفه است که عبدالله ابن جندب از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده. در جلسات گذشته قسمت های از این روایت رو خوندیم تا به اینجا رسیدیم. در قسمت قبلی هم ویژگی هایی برای شیعیان ذکر شده بود که شیعیان واقعی دارای صفات خاصی هستند. صرف ادعای محبت اهل بیت برای شیعه واقعی بودن کافی نیست، چون ایام متعلق به حضرت رضا سلام الله علیه هست. بد نیست اشاره بکنم به این روایتی که مربوط به اون بزرگواره. بعد از اینکه امام رضا سلام الله علیه و علی آبائه الطیبین و ابنائه المعصومین تشریف آوردن در مرو و در اونجا مستقر شدند و مسئله ولایت اهلی ایشون مطرح شد و این در نظر مردم یک پیروزی بزرگی برای اهل بیت بود، دست دسته مردم می اومدن برای ایشون تبریک می گفتند. بعد از چندی یه دسته از شیعیان اومدن خدمت آقا شرفیاب میشن. وقتی اومدن دم در، دربان پرسید شما کی هستید، چیکار دارید؟ گفتن ما جمعی از شیعیان امام است. گفت باشید تا من برم اجازه بپرسم. بعد اومد خدمت حضرت، عرض کرد که آقای جمعی آمدن، میگن ما از شیعیان شما هستیم، میخوایم شما رو زیارت کنن. میخوان شما اجازه نفرمید. برگشت گفت آقا اجازه نفرمید. رفتن روز دوم آمدند، باز گفتن ما جمعی از شیعیان امام هستیم، میخواییم خدمت آقا برسیم. باز اومد خدمت امام، عرضه کرد حضرت اجازه نفرمید. رفتن روز سوم آمدند، باز همین مطلب رو تکرار کردند که ما جمعی از شیعیان هستیم، اجازه بفرمایید که خدمتشون برسیم. دربان اومد خدمت آقا، عرض کرد باز حضرت اجازه نفرمود. وقتی برگشت اینها خیلی متأثر شدند، فهمیدن تعمدی در کار است که حضرت اجازه نمیدن. بعضیشون گریه افتادند، گفتند خب حالا اجازه نمیدید هیچی، سوال کن گناه ما چیه که اجازه نمیدن ما خدمتشون برسیم. برگشت خدمت آقا و عرض کرد که آقا اینا یه همچه عرضی دارند، بگن پس بفرمایید گناه ما چیه که اجازه نمیفرمایید ما شرفیان بشیم. حضرت فرمود چه گناهی دیگه میخوان داشته باشن؟ اینا دروغگو هستن، اینا میگن شیعه هستیم در صورتی که اینها صفات شیعه درشون نیست. شیعیان ما مثل سلمان و ابوذر بودن، اونها شیعه ما بودن.
برگشت و به این افراد گفت که آقا اینجور می‌فرمایند. گفتند ما واقعا شیعه هستیم، آقا رو دوست می‌داریم، ما دروغ نمی‌گیم. فرمود بهشون بگید شما از دوستان ما هستید ولی از شیعیان ما نیستید. گفتند بله ما شما رو دوست داریم، از دوستان شما. فرمود حالا راست گفتید، حالا بیایید تو، اجازه فرمود بیاید. شاید اگر ما بودیم سه مرتبه می رفتیم در خانه امام و اجازه ملاقات بهمون نداد، برمی گشتیم می رفتیم دیگه. ولی اونا عاشق بودند، وایسادند، استقامت کردند تا ببینن سرش چیه، و حضرت به این وسیله اونا رو تربیت کرد، خواست بهشون بفهمونه که مراتبی که شما در سایه انتصاب ما باید بهش برسید خیلی بیش از ایناست، به اینا نباید اکتفا کنید. صرف این که محبت ما در دل شما هست این کافی نیست، این یه قدم اولیست. خدا لطفی کرده چنین محبتی رو به شما داده، باید از این استفاده کنید. این قدم اول هست، یک مسیر طولانی، یک نردبان بلندی را شما پله پله باید بیایید بالا. در همین پله اول نباید وایسید. محبت اهل بیت خیلی ها داره، اما اینکه شیعه اهل بیت باشن یعنی پا جای پای اونها گذاشتن. میدونید کلمه شیعه در قرآن هم آمده درباره حضرت ابراهیم که از شیعیان حضرت نوح بود. وقتی داستان نوح را ذکر میفرماید بعد میفرماید و ان من شیعته لابراهیم، حضرت ابراهیم یکی از شیعیان حضرت نوح بود، یعنی درست همون راهی را که نوح می رفت حضرت ابراهیم پیمود. اینو میگن شیعه. اگه شما هم شیعیان ما هستید باید اینجوری باشید، تمام تلاشتون رو باید بکنید که از ما الگو بگیرید در گفتارتون، در رفتارتون. اینه که برای صفات شیعه خیلی سختگیری شده، صفات زیادی ذکر شده که اگر میخواد شیعه باشید باید اینا رو رعایت بکنید. یه قسمتش در فقرات قبلی بود که خوندیم، حالا اینجا رسیدیم. ترجمه تحت لفظیش اینه: انما شیعتنا یعرفون بخصال. شیعیان ما دقیقاً با صفات خاصی شناخته میشند. این علامات باید درشون باشه تا بفهمیم اینا شیعه هستن. اولین صفتی که حضرت ذکر می‌فرماید اینه که باید نسبت به دوستان ما جود و بخشش داشته باشند، امساک نسبت به سایر شیعیان نباید داشته باشند، دیگران هم رو مثل خودشون بدونه، جیبشون برای دیگران باز باشه. این اولین شرطش. بالسخاء والبذل للاخوان، برای برادران ایمانیشون سخاوتمندانه بخشش کنه. هیچ امساکی مضایقه‌ای نداشته باشه. این از لحاظ معاشرتشون بین همدیگه. یه مسئله مهمم در رابطه با بندگی خداست. چون ویژگی اهل بیت این است که بندگان خاص خدا هستن. ما اگر هر گونه محبتی نسبت به اهل بیت داریم در این راستاست که اونا بندگان ممتاز خدا هستند. خدا اونها رو دوست داره، ما هم همین جهت اونها رو دوست داریم. خب کسی که شیعه اونها باشه باید یک علامتی از این ارتباط بیشتر با خدا درش باشه. علامتش اینه که شبانه روز 51 رکعت نمازش ترک نشه، 17 رکعت نماز واجب و دو برابرش نماز نافله. این از علاماتش هست. و ان یصلوا الخمسین لیلا و نهارا. خمسین از باب مغالبه است، مبالغه است، از باب تقلیب است. معذرت، نماز شبانه روزی 51 رکعت، دو رکعت نافله، عشا هم یک رکعت حساب میشه، با این 50 رکعت میشه 51 رکعت. ولی خب میگن نماز 50 رکعت.
50 رکعت نماز را شبانه روز بخوانند. این علامت شیعه هاست. بعد بعضی از اخلاقیات شیعه را بیان می فرماید. شیعتنا لا یهرون حریر الکلب ولا یطمعون طمع الغراب. در عرب مرسومه که بعضی از صفات را به حیوانات نسبت می دن. در ما هم کم و بیش هست. وقتی بخوان زشتی یک چیزی را روشن بکنن، اون صفت را به یک حیوانی نسبت میده. در میان حیوانات، در میان عرب معروفه که سگ حمله کننده است، پارس کننده است. وقتی ناآشنایی را ببینه بهش حمله میکنه. این حالت پارس کردن سگ یه حالتی است که نشانگر روح پرخاشگری، حمله کردن به دیگران، در صدد اذیت دیگران بر اومدن. حالا البته سگهای پاسبان تربیت میشن برای این کار، برای اینکه در مقابل بیگانه چنین حالتی داشته باشن. ولی اصل این خوی در سگ هست، اونا تربیت میشن به صورت صحیح ازش استفاده کنن. میگه شیعیان ما اینجور نیستند، پرخاشگر باشند، به اشخاص حمله کنند، در صدد اذیت دیگران برمیان. همینطور صفت طمعی که در کلاغ هست، معروفه یکی از صفات کلاغ طمعش، چیزهایی رو مثلا بعد اینکه سیرم باشه ذخیره میکنه، میره دفن میکنه برای بعدها شبش استفاده کنه. مثلا گردو و اینها رو زیاد میره دفن میکنه، میگن خیلی از گردوها که سبز میشه گردوهایی که کلاغ دفن کرده. معروفه که این یک حیوان طمعکاری است. اینجور نیست که برای نیازش فقط برای چیزی را برداره، بیش از نیازش هم میره ذخیره میکنه، دفن میکنه که وقتی ازش استفاده کنه. در اموال دیگران طمع دارند. شیعیان ما مثل کلاغ یک موجود طمعکار نیسته. این تعبیرها برای اینه که زشتی کار را نشون بدن. کسانی که میشنوند سعی کنند اگر زمینه اینجور اخلاق درشون هست خودشون را تزکیه کنند، نگذارند این صفات زمینه درشون رشد بکنه و به صورت یک ملکات ثابتی در بیاد. اگر میبینند یه روح طمعکاری درشون هست، میخوان از دیگران خلاصه استفاده کنند، بکنند این حالتی که در خودشون احساس میکنن، میخوان دیگران را استثمار کنن، کار ازشون بکشن، چیز ازشون در بیارن، این صفت زشتیست. شأن شیعیان اهل بیت اینجور نیست. اونا باید عزت نفس داشته باشن، قناعت داشته باشن، طمع به مال دیگران، به کار دیگران نداشته باشن. نکته بعد که یه مقداری احتیاج به توضیح داره این عبارتی: لا یجاورون لنا عدوان، با دشمن ما همسایه نمیشن. ولا یسالون لنا مبغضن ولو ماتو جوعن. اگه کسی با ما دشمنی میکنه، عناد داره با اهل بیت، شیعیان ما اگه از گرسنگی بمیرن از او چیزی نمیخوان. یکی از صفات ممدوحه اینه که اصولا آدم هرچی میتونه از دیگری چیزی نخواد، ولو از نزدیکانش باشه، ولو از پدر مادرش هم باشه. این حالت استغنا، عزت نفس، یکی از صفات ممدوحه انسانی است. در اسلام هم خیلی روش تاکید شده. ولی خب خواه ناخواه آدم در زندگی مواردی پیش میاد که ناچار است برای حتی بعضی وظایف واجبش از دیگران کمکی بگیره. حالا قرضی بگیره، مشکلی پیش میاد، به هر حال از یک کسی باید یک کمکی بگیره آدم. مواردی پیش میاد استثنایی، گاهی نیمه شبی، شبی، روزی گرفتاری برای آدم پیش میاد. آدم مثلا باید از همسایش ماشین بگیره، مثلا مریضش رو برسه بیمارستان، برسونه بیمارستان، یا چیزهای از این قبیل. این عالم طوری نیست که آدم بتونه تنها بدون اینکه هیچ نیازی به هیچ کسی داشته باشه زندگی کنه. خواه ناخواه مواردی پیش میاد که آدم باید از اشخاص دیگه کمک بگیره. در این موارد
در دستورات اخلاقی اهل بیت سفارش شده که هر چی میتونید از مؤمنین کمک بگیرید، از فساق کمک نگیرید، زیر بار منت فاسق نرید. اگه یک کمکی هم میخواد سعی کنید از یک کسی بگیرید که اهل ایمان باشه، اهل تقوا باشه، و به خصوص از کسانی باشید که از دوستان اهل بیت و از شیعان اهل بیت هست، از کسانی که با این خاندان سر و کاری ندارند. شما از اونها هیچ وقت چیزی نخواهید. بالاترش بالاخص اونجاییست که کسی دشمن باشی، دشمن اهل بیت باشی. حالا کسانی هستند که گمراهند، جاهلند، نشناختن اهل بیت را، خب اینم باز معامله باشون چندون مشکل نیست، چه بسا آدم ارتباط با اونها هم داشته باشه، کم کم بتونه اونها را هدایت کنه. ولی کسانی اناد دارن، پیدا میشن. خدا مخلوقات همه جوری داره، بعضی از ما آدمیزاد هم هستن به دلائلی اهل انادن هستن، و از جمله کسانی هستن که در امور مذهبی نسبت به اهل بیت اناد داشتن. مخصوصا اون زمان ها شاید اینجور افراد بیشتر بودند. حالا داعیه های اناد، دوائی اناد کمتر شده. کسانی بودن واقعا اناد داشتن با اهل بیت. با چنین کسانی که اهل اناد هستند دشمنی میکنند با اونا، اگر از گرسنگی هم بمیرید چیزی از اونا نگیرید. این یکی از دستورات اخلاقی است که به خصوص درباره شیعیان داده شده و این از علامات شیعه معرفی شده. اصلا غیرتشون اجازه نمیده که اگر نیازی دارن در خانه کسی برن که دشمن اهل بیت است. از کردم جاهل باشه قابل قبوله، یا حالا شیعه نباشه رسما، منتحل به تشیع نباشد، اما دوست اهل بیت، اهل بیت رو دوست داره، باز اون احوان هست. اما یک کسی که در مقام ایناد و دشمنی هست، غیرت دینی آدم اجازه نمیده که دست احتیاج به طرف او دراز بکن. حالا یادم اومد یه جریانی در اوائل نهضت، جریان مال بیش از 40 سال پیشه، یعنی 40 سال نه، 35-36 سال پیشه، یکی از مراجع بزرگ که از سردمداران نهضت بود و از کسانی بود که در اون دوران خیلی فعال بود، از این که به بعضی از کسانی که نسبت به تشیع اناد داشتند حتی نامه ای بنویسه از کشورهای دیگه اسلام، احتراز داشت. مرسوم بود اون زمان کسانی که در جریان مبارزه بودند با کشورهای دیگه نامه می‌نوشتند، اونها رو مثلا ازشون کمک می‌خواستند که در مجامع بین المللی کمک کنند، یا مثلا فشارهایی به دولت اون وقت وارد کنند که نسبت به روحانیین، نسبت به دین مدارا کنند. چنین کارهایی می‌شد. ایشون تقید داشت به اون کسی که به اون مسئولینی از کشورهای دیگه که دشمن شیعه هستند نسبت به اونها هیچ وقت مراجعه نمی‌کرد. گفت غیرت مذهبی ما اجازه نمیده که دست به طرف دشمن دراز کنیم که بیاد کمک ما بکنه. چون یادم اومد خواستم ذکری از اون بزرگ بکنم، خدا ان شاء الله درجاتش رو اعلی کنه. بعد یه سلسله احکامی است که در بین شیعه و اهل تسنن اون وقت‌ها اختلاف بود، اختلافاتش هم معروف بود، هم در عبادات هم در مأکولات و مناسکی که مسلمان ها داشتند. یک سلسله اختلافات بیینی بین شیعه و غیر شیعه وجود داشت اون وقت. از جمله در بین مأکولات اون وقت اونها مارماهی سید میکردن و تناول میکردن، حلال میدونستن، ولی شیعه از همون اوائل از فتاوای معروف اهل بیت این بود که مارماهی را حرام می‌دونست. یا در وضوع و اینها، در مواقع سختی و مواقعی که سرد بود و اینها، بعضی از مخالفین شیعه مسح روی کفش را جایز می‌دونستند، مسح علی الخفین معروف دیگه.
ولی شیعه در از همون اوائل هم با این فتوا مخالف بودند و معروف بود. این هم را حضرت ذکر می فرماد از باب علائمی که در فتاوا و اختلاف بین شیعه و سنی مشهور هست. این هم به عنوان علامات ذکر می فرماد: شیعتنا لا یأکلون الجریگ مارماهی ولا یمسحون علی الخفین مسح بر کفش هم نمی کنند و یحافظون علی الزوال مواظب هستند که نماز ظهر و نافلش را درست انجام بدن ولا یشربون مسکرن. حالا مسکر که قاعدتا سایر مسلمان ها هم علنا نمی خوردند و یعنی خمر و اینها را خب همه می دونستن حرام است، ولی مواردی بود که مشتبه بود. مسئله فقاع و نمیز آب جو مسکر بیان نبود و این اختلاف بود. بسیاری از اهل سنت نبیز و فقاع را استفاده می‌کردند، جایز می‌دونستند، حلال می‌دونستند. حضرت گویا اشاره به این می‌کند که اینها مسکر است و حرامه و شیعیان ما همونطور که خمر را تحریم می‌کنند و اجتناب می‌کنند، از سایر مسکرات هم ولو اسکارش ضعیف باشه مثل آب جو و نبیز که در اون وقت ها معروف بود که خرما و مویز اینا را یه چند روزی خیس می‌کردن، آبش یک حالتی پیدا می‌کرد که سکر ضعیفی ایجاد می‌کرد، اونا را استفاده می‌کردن. اینها را شیعیان ما اجتناب می‌کنند همینطور که از خمر اجتناب می‌کنند. ولا یشربون مسکرن. خب اینهاش، این صفات آخرش خب پیداست خیلی مهم نیست و همه شیعیان اینا رو رعایت میکردند. عمده اون دو سه تا مسئله اوله، این که انسان نسبت به برادران ایمانیش اون چنان خودش را مسئول بدانه که گویا اهل و ایالش. حالا در سایر روایات تفاصیل اینها ذکر شده، از حقوق اخوان در بابی هست در اصول کافی انشاءالله آمین مطالعه فرمودن، باز تأکید میکنم اینا رو بیشتر مراجعه کنه. در حقوق اخوان حتی ذکر شده که اگر کسی از مؤمنین غلامی داره که خانهشو مرتب میکنه، اتاقشو مرتب میکنه، رخت خوابشو میندازی، رفیقش چنین غلامی ندارد. اون وقتا غلام داشتن اینا خیلی جایی بود. اون مؤمنی که چنین غلامی داره که خانهشو مرتب میکنه، رخت خوابشو میندازی، حق برادرش این است که اگه او نداره غلام خودشو بفرسته این کار رو برای او انجام میده. ببین تا کجا به عنوان حقوق اخوان ذکر شده. حالا اگه نیازی داشته باشه حتما برطرف کنه، مریضی میشه عیادت کنه، از مسافرت میاد دیدنش بکنه، اونا سر جای خودش. حتی اگر این اندازه است که تو خونه نوکری نداری که کاراشو انجام میده و او داره، او موظف است به عنوان یک حق اخوت که غلام خودشو ببرسه این کارهای برادرش انجام میده. در حقوق اخوان خیلی در اخلاقیات اجتماعی اهل بیت تأکیدات عجیبی شده. خب اینا هم رعایتش خیلی مشکلی. آدم طوری باشه که وقتی بدون دوستش، برادرش، رفیقش، همسایش، هم مبایزش نیازی داره و او هم پولی داره یا میتونه فراهم کنه، باید اینا خودشو موظف بدونه که این کار رو انجام بده. فرض کنید مثلا رفیقش نیازی داره برای یک پولی، او عملا کتابی داره تو منزل چندان احتیاجی نداره، بره کتابشو بفروشه پولیشو بده رفیقش، کار آسونی نیست. بدونه مثلا خانوادهش، بچهش مریضه، او ماشین داره یا وسیله دیگری داره در اختیارش بگذاره تا رفع حاجتشو بکنه، اینا کار آسونی نیست.
وقتی حضرت اینا رو بیان می‌فرماید برای ابن جندب که اینا علامات شیعه است، ما شیعه رو کسانی می‌دانیم که اولین شرطشون این باشه که نسبت به برادران ایمانیشون بذل و بخشش سخاوتمندانه داشته باشند، به سخاء و البذل للاخوان. این سوال میکنه من اینجور آدم ها رو کجا پیدا کنه؟ اینجور آدم ها خیلی کم پیدا میشه. فرزند فرمود بله شیعان ما خیلی کمه، تک و توکی گوشه و کنار شهرها، گاهی سر کوها پیدا میشه. نترس از این که تعدادشون کمه، واقعا کم هستن اینجور آدم های. میگه فعینه اتجوئل تو فداک فعینه اطلبه هم، با این خصوصیاتی که شما میگید شیعیان این علایم ها دارن، من کجا پیدا کنم اینجور افراد را؟ قال علی رؤوس الجبال و اطراف المدن، سر کوها، گوشه و کنار شهرها، در حاشیه شهرها اینا پیدا میشن، کم هستن. مخصوصا خب اون زمان را ملاحظه بفرمایید که حکومت حکومت دیگری بود، نسبت به اهل بیت و نسبت به شیعیان خیلی فشار وارد می‌کردند، گاهی به اتهام تشیع کسانی را می‌کشتند، زندان می‌کردند، شکنجه‌های سخت می‌کردند. دوران بنی مروان دیگه همه می‌دونید که چه بلایی بر سر شیعیان آورد و همین باعث شد که اونها غالبا از حجاز و اینها پراکنده شدند. و علت این که بسیاری از امامزاده ها در ایران گوشه و کنار هستند میبینید دفن شدن، مال همینه که اون زمان اونها گیرشون میآوردن میکشتنشون به اتهام تشیع. اینا فرار میکردن از اونجا به گوشه و کنار کوهها پناه میآوردن، کوهستان ها. امامزاده هایی که میبینید تو کوهستان ها به خصوص در شمال جای دیگه دفن شدن، یکی از عللش همینه. در یه همچه شرایطی حضرت می فرماید توقع نداشته باش فوج فوج وسط شهر شیعان ما را دست دست ببینی، و افراد نادری هستن گوشه و کنار باید بگردی پیداشون کنی. و اذا دخلت مدینتن فسل عمن لا یجاورهم ولا یجاورونه، وقتی وارد شهری شدی اگه خواستی اینا را پیدا کنی ببین کی هست که با اینا رفاقت نداره، معاشرت نداره، نه اونا با او انس میگیرن نه او با اونها انس میگیره. نه اینکه فکر کنید در اجتماعات اونجایی که عموم مردم هستن، تجمعات مردم هست، شیعان هم اونجا سرشناس بتونی تو هر شهری برش پیداشون کنی. بعد حضرت میفرماید که مسئله شیعان ما در سایر مردم مثل مسئله یحیای حبیب نجار هست در انطاکیه. یه داستانی در سوره یونس یاسین آمده که خدای متعال می فرماید ما دو تا پیغمبر رو فرستادیم به شهری که در روایات آمده اون شهر انطاکیه شام بوده. بعد پیغمبر سومی رو فرستادیم به کمک او، ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما فعززنا بثالثین. سه تا پیغمبر خدا در یک زمان فرستاد برای هدایت این مردم، به اینا ایمان نیاورده. یک نفر پیدا شد از دورترین نقطه شهر، جاء رجل من اقصى المدینة یسعا، یه نفر پیدا شد از اون گوشه شهر، از دورترین نقطه شهر، این اومد برای حمایت این پیغمبران سگانه در میان قومی که هیچ که به اینا ایمان نمی آورد، و این مردم رو دعوت کرد و بالاخره اونم گرفتن کشتنش. فرمود کما قال الله و جاء من اقصى المدینة رجل یسعى والله لقد کان حبیب النجار وحده، این حبیب نجار بود که تنها زندگی میکرد، یه نفر در میان اون همه جمعیت، سه تا پیغمبر اومدن هیچ که بهشون ایمان نیاورد، یک نفر. اما این یه نفر به خاطر اینکه با اون مردم سنخیت نداشت، یک گوشه ای رفته بود، جا ارجو من اقصى المدینه،
این حاشیه های شهر مثل این حلوی آبادا گوشه های شهر که فقرا اینا میرن زندگی میکنن، از اون دورها یه نفر اومد و گفت که من ایمان میارم به تو، حرف شما درست است، و بالاخره اونم گرفتن کشتنش. مسئله شیعیان ما در میان مردم اینجوریه، به خصوص اون زمان رو در نظر بگیرید که گاهی بچه های پیغمبر را میگرفتن میذاشتن لای ستون، دورشون دیوار میکشیدن. در یه همچه زمانی خب شیعیان در نهایت سختی بودن و میباید یه گوشه و کناری باشن. خب در اینجا سوالاتی مطرح میشه که البته من وقت ندارم که همه اینا را تفاصیلش و شقوق مختلفش عرض کنم، ولی اجمالا عرض میکنم. اولا باید توجه داشته باشیم که این ناظر به چه شرایطی است این فرمایش حضرت، چون فهمیدن کلمات از ائمه معصومین سلام الله علیه مجمعین احتیاج داره به دقت، اینا یک نوع اجتهاد است. همینجوری صحیح نیست که آدم یه روایتی رو یه جایی ببینه و این را به اطلاقش عمل کنه. بعضی ها به خاطر اینکه فقه الحدیث ندارن درست درک نمی کنند شرایط ورود روایت را، لحن روایت را، قیودش را متوجه نیستن، خیال می کنند که اینا یه چیزاییست وقتی که با مزاقشون هم جور در بیان تو زمینه جندرشون باشه به اینا استناد می کنند. مثلا به این گونه روایات که گاهی هست که شیعیان ما گوشنشین هستند با دیگران، با دشمنان ما مجاورت نمی کنند و اینا، این خیال می کنند که در هر زمانی هر که شیعه هست باید از دور از همه مردم برو، از شیعیان دیگه باید یک گوشه زندگی کنه، با کسی مجاورت نکنه، سرش تو لاک خودش باشه، از تو خونش کم بیاد بیرون، اگه اومد بیرون مثلا عباش سرش بکشه، کمتر دیگران رو ببینه، نگاش به کسی نیفته، با کسی حرف نزنه. از این سلیقه ها در بعضی ها پیدا میشه. البته قبل از انقلاب اینجور افراد کم نبودن به برکت رهنمودهای امام راه رضوان الله علیه و سایر بزرگان، اینجور گرایش های انحرافی کم شده الحمدلله. ولی باز هم گوشه و کناری همچه افرادی پیدا میشن که به ظهور بعضی از اینجور روایات تمسک میکنند و میگن آدم باید گوشه‌گیر باشه، یک کسی با هیچ که تماسی نداشته باشه. اینو توجه داشته باشید، هیچ وقت هیچ امر مستحبی و اخلاقی جای تکلیف واجب نمیگیره. اون جایی که امر به معروف واجبی است، نهی از منکر واجبی است، مشارکت در امر سیاسی واجبی است، استناد به این جور دستورات اخلاقی که در یه شرایط خاصی برای افراد داده شده به هیچ وجه صحیح نیست. واجبات رو که نمیشه با این جور بهانه ها ترک کرد. یا کسانی که این مقداری گرایش های درویش معاوی دارن، از روایاتی که در باب عزلت و اینها وارد شده استناد میکنن، میگن دادم یک گوشه‌ای دور از اجتماع زندگی کنه و با کسی معاشرت نکنه. پس این همه تکالیف اجتماعی که ما در اسلام داریم اینا مال کیه؟ کی باید عمل بشه؟ از اون طرف کسان دیگری اون دستورات اجتماعی را میبینن و این جور مسائل را به کلی فراموش میکنن. خیال میکنن وقتی آدم افتاد توی فعالیت های اجتماعی دیگه عبادات برای چی خوبه؟ عبادات مال کسایی است که یک گوشه پیرزنایی است که دستشون به هیچ کاری نمیرسه، اونجا قرآنی بخونن، دعایی بخونن، ذکری بگن. نافله دیگه چیه؟ ما هم دیگه نماز واجبش هم که بخونیم زیادیه، با این همه تکالیف اجتماعی داریم نمیشه به اینا. این همه اشتباه هست. هر کسی در شرایط خاص زندگی خودش باید سعی کنه یک برنامه ای برای عبادات، برای خودسازی در حد مقدورات خودش، البته شرایط افراد فرق میکنه، نیازهای افراد هم فرق میکنه، نوع عبادتشون هم فرق میکنه، ولی به هر حال هیچ کس بی نیاز از برنامه های عبادی و خودسازی نیست. فعالیت های اجتماعی جای اینا رو نمیگیره و اگر آدم این عبادت ها رو ترک کنه کم کم اون فعالیت های اجتماعی هم ماهیتش عوض میشه. به جای اینکه به قصد انجام وظیفه و واجب باشه، گرایش های دنیوی در آدم پیدا میشه، رعایت احکام شرع کم کم فراموش میشه،
خدای نکرده کم کم آلوده می شدن به گناهان. اینه که نباید فکر کنیم حالا کسانی که وظایف اجتماعی انجام میدن، مسئولیت های مهم اجتماعی قبول میکنن، دیگه از وظایف عبادی معاف هستن، دیگه احتیاجی به عبادات ندارن، نه دعای کمیل احتیاج دارن، نه دعای ندبه، نه دو رکعت نافله، نه یه صفحه قرائت قرآنی، نه دیگه اینا احتیاجی نیست. ما اونقدر خدمت به اجتماع میکنیم که هر کدومش از چند ختم قرآن بالاتره. بله واقعا خدمتی که وظیفه باشه واجب باشه ثوابش از ختم قرآن هم بیشتره، اما انسان برای این که بتونه اون خدمت رو انجام بده از برنامه عبادی مستغنی نیست. اگه قرآن خون باشه اونجوری هم وظیفه انجام میده، اگه سر و کار با عبادت داشته باشه اون روح معنوی درش باقی میمونه که بتونه در اجتماع خدمت کنه، و الا انگیزه ها تدریجا ضعیف میشه و به جای اینکه انجام وظیفه کنه خود آدم هم آفت زده میشه و از بین میره. و به هر حال این که تأکید شده شیعیان ما خیلی کم هستند، گوشه و کنار هستند، در کنار شهرها، سر کوه ها گاهی باید پیداشون کرد، این باز نسبت به اشخاص فرق میکنه. شما میدونید مثلا در میان اصحاب خاص ائمه اطهار کسانی بودند که دستور میدادند برن وزارت خلفای مثل هارون الرشید رو بپذیرن. علی ابن یقتین یکی از بزرگان شیعه بود، اما به دستور امام وزارت هارون الرشید رو رفت قبول کرد. چرا؟ برای اینکه علاوه بر اینکه ایمان خودش رو حفظ میکرد میتونست به شیعه هم خدمت بکنه. اگه کسانی چنین قدرتی دارن مسئولن از این که معاشرت با دیگران در عباداتشون، در اخلاقشون، در عقایدشون اثر سوء بگذاره، مسئولیت دارن، خاطر جمعن، اینا باید در اجتماع، در اجتماعهای فاسد حضور داشته باشن تا دیگران رو هدایت کنن. وظیفه هدایت دیگران از دو شما برداشته نمیشه. بله کسانی که ضعیف الایمان هستن، معرفتشون کمه، با هر کسی نباید در بیفتن، بحث بکنن، به اندازه که آشنایی دارن با همتای خودشون میتونن بحث کنن، اما هنوز مراتب ایمانشون ضعیف هست، استدلالاتشون برای عقاید خودشون ضعیفه، پای ایمانشون محکم نشده، وارد بشن با هر کسی در هر زمینه ای بحث کنن، این اشتباهه. اگر کسی در یک شرایطی واقع بشه که اگر با در میان اون جمعیت با اونا همکاری کنه ذوب بشه، هویت خودش از دست بده، این باید جداست، فرد باشه یا گروه. یه فرد که در یک جمعیتی بود میدونه اگه برای تو اینا میشه مثل اونا، عقایدش از بین میره، اخلاقش از بین میره، دیگه رعایت احکام شرعی هم نمیتونه بکنه، ذوب میشه، حذف میشه تو یک جامعه، این باید خودشو بپاد. حالا در میان هزاران نفر یه نفر مستبصر شده، شیعه شده، خصوص در اون زمان، این حالا نباید یه طوری باشه که در میان یک جامعه گمراهی حزم بشه، این باید خودشو بپاد. یک گروهی اگر باشن در یک جامعه که اکثریتش فاسدند یا از اکثریتش کافرند، یک گروه مسلمان بودن، اینا باید هویت خودشون رو حفظ کنن، باید یک ارتباط نزدیک بین خودشون برقرار کنن و از دیگران کنار بگیرن، از اینکه مبادا در اونها ذوب بشن و هویت خودشون از دست بره. الان ما داریم در بسیاری از کشورهای غیر مسلمان جمعیت‌هایی از مسلمان، به خصوص از بعضی از شیعیان، اونچنان ارتباط خودشون رو با هم حفظ کردن، احکام دینیشون هم رو رعایت میکنن، با دیگران هم معاشرت ندارن، مگر در امور بازار در یه حدی که ربطی به مسائل دینی و عملیشون پیدا نمی‌کنیم. من خودم دیدم در قلب افریقا، در کشور کنیا، جوان مسلمان شیعه ای را که روزه ماه رجب و شعبانش ترک نمی‌شد. شما در قم چند نفر اینجور سراغ دارید؟ جوان شیعه در کنیا، در قلب افریقا، در یک کشور مسیحی، معلوم نیست در اونجا چند تعداد شیعه ها چند نفر باشی،
اما اینا یه گروهی هستند، اون چنان خودشون رو حفظ کردن که اینجور مستحبات رو در اونجا هم ترک میکنن. این چرا؟ به خاطر همینه، نذاشتن ذوب بشن در جامعه. اما مسلمان های شیعه ایرانی داریم که در بعضی از کشورهای مسلمان دیگه وقتی آدم میبینه، چون من نمیفهم اصلا مسلمان هست یا نیست، ذوب شده، فرهنگ جامعه اون چنان درش اثر کرده که همه چیزش از دست داده، یه اسم شیعه روش باقی مونده، یه اسم امام حسینی بلده از تشیع. امام صادق سلام الله علیه وقتی به شیعیان سفارش میکنه که سعی کنید خودتون رو حفظ کنید، هویتتون رو حفظ کنید، این روزا میبینه که میگه، که میگه با دیگران اونچنان معاشرت نکنید، روی هم نریزید که ذوب بشه در اونا. مقصودش اینه که هویت شیعیتون رو حفظ کنید، مخصوصا اون کسانی که از نظر عقاید، از نظر افکار ضعیف هستند، اینا بیشتر باید خودشون رو ببان. خب کسی که عالم هست، پایه ایمانش محکمتر شده، اینا کمتر خطر بهش میرسه، ولی به هر حال باید برای حفظ هویت شیعیشون و اسلامیشون در هر جایی هستن سعی کنن که با مجاورت و معاشرت با دیگران باعث این نشه که این حقایق فراموش بشه و کم کم دین و مذهبشون از دست بده. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم که عزت اسلام و مسلمین روز افزون بفرما، ایمان ما را تا آخرین لحظات زندگی حفظ بفرما، روح امام راهب را با انبیا و اولیا محشور بفرما، توفیق خدمت به همه خدمتگزاران اسلام مرحمت بفرما، سایه مقام و معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، عاقبت ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت.